رضا یزدانی خواننده آهنگ رسمی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 22 قطر شد. سلام به همراهان همیشه کانال زرد تیوی، به کانال خودتون خوش. خب امسال برعکس سالها و دوره‌های قبل، خواننده‌های زیادی تمایل به خوندن آهنگ رسمی جام جهانی نداشتن. برعکس سالهای قبل که سر خوندن آهنگ جام جهانی دعوا بود و گروه‌های مختلف خواننده محبوب خودشون رو معرفی می‌کردن که به عنوان خواننده رسمی به جام جهانی معرفی بشه، ولی امسال با توجه به شرایطی که اتفاق افتاد خیلی خواننده‌ها تمایلی نداشتن، حالا یا دل و دماغ خوندن این آهنگ رو نداشتن، یا هم ترس داشتن که بعداً براشون عواقبی داشته باشه. ولی خب بعد از کش و قوس‌های مختلف و گفتن کاندیداهای مختلف، بالاخره رضا یزدانی خواننده آهنگ رسمی جام جهانی برای تیم ملی ایران، چند روز قبل مسئولین مربوطه گفته بودند که به خاطر عدم تمایل خواننده‌های مختلف برای خوندن این ترانه، ترجیح دادن که آهنگ بر طبل شادانه بکوب که یه آهنگ قدیمی هست و خواننده‌اش هم متأسفانه فوت شده، اون رو به عنوان آهنگ رسمی ایران توی جام جهانی 2022 بزن. ولی خب بالاخره نام جدیدی رو معرفی کردن و رضا یزدانی رسما خواننده این آهنگ شد. این آهنگ که به صورت رسمی توسط فدراسیون به فیفا ارائه میشه، قراره که توی سایت‌های مربوط به بازی‌ها و سایت فیفا لینکش قرار داده بشه و حتی قبل از بازی‌های ایران در استودیوم هم پخش بشه. این آهنگ که اسمش ایران صدای نفسامه نام داره، به خوانندگی رضا یزدانی و آهنگسازی بابک زرین برای حمایت از تیم ملی فوتبال در جام جهانی 2022 قطر منتشر میشه. بزودی قبل از این خود فدراسیون محمد معتمدی رو هم به عنوان یکی از کاندیداهاش برای خوندن ترانه تیم ملی معرفی کرده بودش که توسط خود این خواننده شدیداً تکذیب شد این قضیه. باید منتظر باشیم ببینیم این آهنگ به چه شکلی هست و واکنش مردم نسبت به خوندن این آهنگ توسط رضا یزدانی چطوری میتونه باشه. حتما نظرتون رو برای ما تو بخش کامنت ها بنویسید، یادتون هم نره از ما حمایت بکنید و این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون باشه. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو ببینید.